و تعدادی از ایرانیان ساکن مونترال در مقابل مقر سازمان ایکائو دست به تحصن زدند. بهرنگ رهبری هم اکنون از اون محل با ما هست. بهرنگ، این تحصن چند روز قراره طول بکشه و انگیزش چیه؟ بله گیتا، همونطوری که در بخش قبلی خبر هم بهش اشاره کردیم، تعدادی از ایرانیان ساکن مونترال مقابل سازمان ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی غیر نظامی، دست به تحصن زدن. اعتراض اونها به استانداردهای دوگانه این سازمان هستش و معتقدند که در مسائلی که در مورد ایران اتفاق میفته در واقع واکنش مناسب رو از خودش نشون نمیده. حتی جمهوری اسلامی به قوانینی که امضا کرده و متعهد شده در این سازمان که به اونها پایبند باشه، متاسفانه اونها رو اجرایی نمیکنه. مشخصا دو مورد رو من میتونم مثال بزنم، یکی مسئله هواپیمای اوکراینی هست که در سالگرد اون هستیم و دیگری نشاندن اجباری هواپیمای خانواده علی دایی بوده که در هفته های پیش در فرودگاهی در کیش این کار رو کردن. و در واقع سازمان ایکائو هم واکنششون داد و گفت که ما به دولت ها پاسخ میدیم. کسانی که اینجا هستن درخواست دارن از وزیر راه و ترابری دولت کانادا که واکنش نشون بدن. من در کنار خودم آقای ابوذر بهشتی رو دارم، یکی از برگزار کنندگان این تحصن، ازش دعوت میکنم. آقای بهشتی، ممنون که وقت خودتون رو به ما دادین. برای اون توضیح بدید که به چه انگیزه این تجمع رو برگزار کردین. دلیل این تحصن چه سال بی عملی سازمان آیکائو، قوانین آیکائو عملا به جمهوری اسلامی واگذار کرده، تحقیق و بررسی در زمینه پرونده شلیک به هواپیمای که S-72 را، یعنی عملا مجرم و متهم خودش داره بررسی کنه این پرونده رو و اطلاعات رو در اختیار آیکائو قرار میده. این قوانین عملا آزدیده است و کارایی نداره، ناکارآمدی این سازمان است. درخواست ما هست از گورنمنت کانادا به عنوان یکی از طرفین بی‌نقص که وارد عمل بشن به عنوان شاکی به این پرونده و عکس العمل نشون بدن و این سازمان رو بهش فشار بیارن برای اینکه پرونده رو خودش بررسی بکنه. درخواست دیگری که داریم اخراج فرهاد پرورش از نماینده ایران در این سازمان. ایشون به واسطه همکاری که بر اساس فایلی که لیک شده گفتگوهای آقای ظریف وزیر امور خارجه پیشین، ایشون صراحتا گفتند که آقای فرهاد پرورش همکاری داشته با قاسم سلیمانی برای استفاده از هواپیماهای غیر نظامی برای مقاصد نظامی، خارج کردن سلاح و خارج کردن تجهیزات و همینطور سربازها به استفاده است. مرسی آقای بهشتی. گیتا، من باید اشاره بکنم نام قاسم سلیمانی مطرح شد. سپاه قدس، بخت فرومردی سپاه پاسداران از سال 2013 در لیست گروه‌های تروریستی کانادا قرار داره و در سال 2018 بیانیه و یا موشنی در پارلمان کانادا تصویب شد که کلیت سپاه در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره.